شمارش معکوس برای تعیین رئیس جمهوری بعدی آمریکا در آخرین روز کارزار انتخاباتی ترامپ و بایدن برای کسب رأی ایالت‌های سرنوشت ساز می‌جنگند. خبرنگارمان آخرین ها را به ما خواهند گفت. هادی نیلی در یک حوزه رأی‌گیری در واشنگتن و بهمن کلباسی در ایالت تعیین کننده و مهم پنسیلوانیا. انتخابات آمریکا بر آینده سیاسی ایران چه تأثیری دارد؟ این موضوع گفتگوی 60 دقیقه امشب است با دو میهمان در ایران و آمریکا که اون رو دنبال میکنیم. همچنین در برنامه امشب سفیر گلوله در دانشگاه کابل پیچید، مهاجمان دست کم 22 نفر را کشتند. اشرف غنی میگوید دولت چند برابر انتقام خواهد گرفت. همکاران بنده در این 25 استان در بیش از 100 نقطه، یعنی هر استانی حداقل 4 نقطه که در واقع مبادی ورودی و خروجی استان هاست، مراکز استان هاست، مستقر میشن. آغاز محدودیت ورود و خروج با خودروی شخصی در مراکز استان های پرخطر. آمار رسمی تلفات کرونا در ایران باز رکورد شکست. پای که رأی بدی تو، پای صندوق رأی بری تو، بدون که روی زندگی ما اثر میذاره بدیش بکی تو. و پای انتخابات آمریکا به موسیقی زیرزمینی ایران هم باز شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. فردا سرنوشت دو مرد میدان در مبارزات انتخاباتی آمریکا رقم می‌خورد. دو نامزد که هر کدام با ستادی پرساز و برگ در رقابتی کم نظیر روبروی هم ایستادند. بایدن دموکرات یک طرف و ترامپ جمهوری خواه در طرف دیگر. تا اینجا نزدیک به 100 میلیون آمریکایی به صورت زودهنگام رای دادند. پدیده بی سابقه در تاریخ آمریکا و نشانه ای از اوج هیجان سیاسی در این دور از انتخابات. فردا صبح همزمان با باز شدن حوزه های انتخاباتی شمارش آرا در بسیاری از ایالت ها هم شروع می شود. هرچند به علت میزان بالای آرای پستی ممکن است نتیجه قطعی در بعضی از ایالت ها تا روزها یا حتی هفته ها مشخص نشود. یک شب مانده به رقابتی بزرگ با شما هستیم با سوال‌های بسیار. اول گزارش ببینیم از بهمن کلباسی. 24 ساعت پایانی تبلیغات و رئیس جمهوری آمریکا آنچه مقدماتش را ماها فراهم کرده بود به صراحت در جمع حامیانش در ایالت آیووا گفت. فقط نتایج آرایی را میپذیرد که همان شب انتخابات شمرده شوند. دونالد ترامپ بارها رأی‌های پستی که بعضی ممکن است چند روزی پس از روز انتخابات برسند را زیر سوال برده و متحدانش هم برای جلوگیری از شمارش این آرا در ایالت‌های حساس به دادگاه شکایت کردند. ما باید نتیجه انتخابات را همون شب سوم نوامبر بدونیم. همیشه اینطوری بود و این دفعه هم باید باشه. تو این مملکت چه خبره؟ رسانه آمریکایی اکسیوس هم همزمان با این صحبت‌ها گزارش داد که آقای ترامپ قصد دارد اگر در شمارش آرای ایالت‌های مهم جلو یا با فاصله نزدیک باشد، در پایان روز سه‌شنبه در برابر دوربین‌ها اعلام پیروزی کند. آقای ترامپ این گزارش را تکذیب کرد ولی گفت از همان شب اول حتما شکایت خواهد کرد. وزیر مسئول برگزاری انتخابات در ایالت بسیار مهم پنسیلوانیا اما گفت نتیجه نهایی انتخابات هیچ وقت همان شب معلوم نمی‌شود و همه رأی‌ها شمارش خواهند شد. همه فرمانداری های ما تیم هاشون را آماده کردند تا شبانه روز رأی ها را بشمارند و کار شمارش تک تک آرا را به سرعت تمام کنند. رویارویی که به سرعت از جلب آرا فراتر رفته و به دعوا بر سر شمارش و ابطال آرا رسیده. دیروز دادگاه عالی ایالت تگزاس شکایت حامیان آقای ترامپ برای ابطال بیش از 120 هزار رأی که اینجا در صندوق‌هایی در فضای باز جمع‌آوری شده بود را رد کرد. جو بایدن در مقابل از این گام‌های رقیب با هدف ابطال آرا و محدود کردن دسترسی به حوزه‌های اخذ رأی برای هشدار به حامیانش و تأکید بر رأی دادن بیشتر و خنثی کردن این روش‌ها استفاده کرد.
So please vote. Get everyone you know to vote. پس خواهش میکنم رأی بدید. همه اطرافیانتون رو ببرید رأی بدن. همه در شهر فیلادلفیا باید رأی بدن. صدای شما باید شنیده بشه. اگر رأی پستی هنوز پیشتون هست، دستی ببرید تحویل حوزه اخذ رأی بدید. پیروزی و شکستی که حالا به میزان مشارکت حامیان هر دو کاندیدا و البته دعواهای حقوقی بر سر آرا بستگی دارد. دوستداران آقای ترامپ به ویژه در این ساعات آخر حضورشان را به رخ می کشند و کارزار آقای بایدن امیدوار است طرفدارانشان اگرچه کم سر و صدا تر، اما مثل هفته های گذشته فردا روز انتخابات یا آخرین روز رای گیری پرتعداد پای صندوق های رای حاضر شوند. بهمن کلبوسی، بی بی سی نیویورک. خبرنگارانمان بهمن کلباسی از ایالت پنسیلوانیا و هادی نیلی از واشنگتن با ما هستند. بهمن، بد نیست اول گفتگو رو با تو شروع بکنم، به خاطر اینکه ایالت پنسیلوانیا ایالتی است که از بسیاری جهات ایالتی تعیین کننده به حساب میاد. کمی بیشتر راجع به موقعیت این ایالت در این انتخابات برای ما بگو. جزء سه ایالتی بود که آقای ترامپ شگفتی آفرید 2016 و در اون پیروز شد که سبب شد به ریاست جمهوری برسه. به طب علاقه‌منده که این ایالت رو همچنان مثل 4 سال پیش درش پیروز بشه و راهش برای رسیدن به عدد طلایی 270 هم از همین ایالت پنسیلوانیا میگذره. ترکیب جمعیتیش، اکثریت سفید پوستش و سطح مثلا توزیع شهری و روستایی بودنش همه کمک میکنه که در اینجا بتونه بسیار حمایت داشته باشه مثل 4 سال گذشته. به همین جهت در چند روز گذشته مخصوصا به 4 گوشه این ایالت سفر کرده، موضوعاتی مثل استخراج گاز در ایالت پنسیلوانیا خیلی حساسه که آقای بایدن رو متهم کرد که میخواد متوقف کنه اینجور استخراج رو، معروف است به فرکینگ، و در نتیجه بسیاری معتقدن که اون به آقای بایدن یه مقدار ضربه زده چون تعداد زیادی فرصت شغلی در این ایالت در اون صنعت هست. همه اینها رو که در کنار هم بذارید، بدون پنسیلوانیا شانس آقای ترامپ برای تکرار تجربه 4 سال گذشته بسیار بسیار کم میشه، به خصوص که نظرسنجی ها نشون میده در اون 2 ایالت دیگه از اون 3 ایالت میشیگان و پنسیلوانیا آقای بایدن پیشی گرفته، ولی در پنسیلوانیا همچنان نزدیکه. تیم آقای بایدن هم به همین اندازه متوجه خطر هست که اگر پنسیلوانیا رو ببازن ممکن است که به ریاست جمهوری نرسه. اون وقت به همین جهت در سرسر این ایالت هم خودش، هم آقای اوباما، هم امشب خانم کامالا هریس، البته آقای اوباما قبل از این بود ولی امشب خانم کامالا هریس در شهر فیلادلفیا میاد اینجا سخنرانی میکنه، همینجایی که من هستم، همراه با ستاره‌های موسیقی مثل جان لجند. آقای بایدن هم به شهر پیتسبورگ در اون سوی ایالت میره که سخنرانی کنه. در نتیجه همه توجه‌ها به این ایالت، و البته این واقعیت که رأی‌های پستی این جزء ایالت‌هایی است که رأی‌های پستی بعد از شمارش آرای حضوری شمارش میشه، در نتیجه یه مقداری با تأخیر خواهد بود و با حرفایی که آقای ترامپ زده که نباید بعد از شب انتخابات دیگه رأی شمارش بشه در تضاد و تلاقی هست، و به همین جهت اینجا ممکنه صحنه دعواهای حقوقی بسیار مهمی هم بر سر شمارش آرا بعد از پایان شب سه‌شنبه باشه. و همین به جان لجند اشاره کردی، در کنار جان لجند لیدی گاگا هم به آقای بایدن پیوسته بود در سفرش. خب هادی، انتخابات از رأی‌گیری در حقیقت مدت هاست که شروع شده، اگرچه فردا روز بزرگیه، در یک مرکز رأی‌دهی هستی، از حال و هوا از فضای اونجا بگو. همینطور متاسفانه صدای هادی رو نداریم، به محض اینکه بتونیم با هادی صحبت بکنیم مشکل صدا حل بشه حتما با هادی صحبت میکنیم. ولی بهمن اشاره کردی به این که خب آقای ترامپ از جمله افرادی است که در مورد اعلام نتیجه حرفهایی زده از گذشته، حتی موضوع این هم هست که ممکنه او زود اعلام پیروزی بکنه یا نتایج رو نپذیره. در این زمینه چی میشه گفت؟ 2 تا مسئله جداگانه است. یکی این بوده که شکایت زیادی کرده آقای ترامپ از این رأی‌های پستی که بعد از روز انتخابات ممکنه برسه. ایالت‌ها قوانین متنوعی دارن در این مورد. بعضی‌ها میگویند 2-3 روز بعد،
تا 3 روز، بعضی‌ها تا 1 هفته. اگر رأی پستی قبل از روز انتخابات یا حداکثر روز انتخابات توی صندوق پست گذاشته شده باشه و مهرم خورده باشه که روز فرستادنش کی بوده، اگه تا چند روز بعد برسه قابل شمارش. آقای ترامپ به این اعتراض داشته گسترده و ماهاست که میگه من قبول ندارم، ولی فراتر از اون قدمی که حالا برداشته این است که به نظر میآید میگوید رأی هایی که حتی فرصت شمارشش نرسد سه‌شنبه شب رو هم داره زیر سوال میبره، که اون یک در واقع واکنش گسترده‌ای داشته از سوی مقامات ایالت پنسیلوانیا که جزء اون ایالتاییه که دیرتر میشماره رأی‌های پستیشو، هم فرماندار، هم خانومی که مسئول وزیر به اصطلاح داخله هست و مسئول برگزاری انتخابات که در گزارش هم صدا شنیدیم، هر دو گفتن ما کاری به این حرفای آقای ترامپ نداریم، قانون به ما اجازه میده که رأی‌ها رو تا آخرین رأی شمارش کنیم و این اتفاق خواهد افتاد. این به این معنا نیست که آقای ترامپ نمیتواند به دادگاه بره شکایت کنه، و با توجه به اینکه هم دیوان عالی هم دادگاه‌های بدوی بسیاریشون در این چند سال قضاتی منصوب شدن که به نفع آقای ترامپ ممکنه رأی بدن، شاید امیدش این است که در اون دادگاه بتونه شمارش آرا رو متوقف کنه. اینها همه پیش بینی است و به خصوص وقتی بیشتر ممکن است که نقش بازی کنه که رقابت نزدیک باشه. نه. اگر رقابت نزدیک نباشه، اگر در ایالت‌های مهمی مثل نورت کارولینا، کارولینای شمالی، فلوریدا، جورجیا آقای بایدن پیروز بشه، اون وقت دیگه حساسیت پنسیلوانیا کمتر میشه. صحیح. وقتی حساسیت پنسیلوانیا به نقطه اوج و جوش میرسه که آقای ترامپ در ایالت‌هایی که همیشه پیروز میشن جمهوری‌خواه معمولاً، مثل کارولینای شمالی، مثل جورجیا، مثل فلوریدا پیروز بشه، اون وقت همه چیز برگرده به آنچه که در این ایالت اتفاق میفته، و به خصوص که 20 امتیاز الکترال خیلی خیلی حیاتی داره. درنچه بسته به این که در 48 ساعت آینده ایالت‌های دیگر چه بکنن، اهمیت پنسیلوانیا بالا یا پایین خواهد رفت. در مورد کالج انتخاباتی آرای الکترال هم باید توضیح بدم که 538 کالج انتخاباتی هست یا مجمع رای دهندگان، که هر کاندیدی 270 کالج رو از آن خودش بکنه برنده است حداقل. البته هادی، ماسک به صورتت زدی، به نظر میاد که فضا به شدت تحت تأثیر کروناست. آقای ترامپ امروز با شدت و حدت گفته بود که مردم آمریکا انتخاب با شماست، شما میتونید بایدن رو با قرنطینه کشندش انتخاب کنید یا من رو انتخاب کنید که پایان قرنطینه خواهد بود و مرگ این بیماری همه‌گیر. از مشارکت بگو، از فضای انتخاباتی که الان در واشنگتن حاکم هست بگو. شهر واشنگتن یکی از نقاطی بود که از ابتدای بحران کرونا خیلی جدی محدودیت‌ها رو اعمال کردن و الان هم چون محوطه بسته هست ما نتونستیم اجازه بگیریم که ماسک رو برداریم، با اینکه البته خبرنگاران معاف هستن، ولی همچنان به رعایت حال کسانی که اینجا هستن ما هم باید ماسکمون رو نگه می‌داشتیم. امروز روز مونده به پایان انتخابات، ولی عملاً این فصل انتخاباتی بوده این چند هفته که در ایالت‌های مختلف شروع کردن به رأی‌گیری زودهنگام، چه پستی و چه حضوری. امروز هم یکی دیگه از روزهایی است که شهروندان، کسانی که میتونن رأی بدن، اینجا میتونن بیان رأیشون رو زود هنگام بدن. فردا هم که روز انتخاباته به جای خود باقی است. واشنگتن یکی از نقاطی است در آمریکا، یکی از منطقه‌هایی است که افراد میتونن روز خود رأی‌گیری هم ثبت نام بکنن، و چیزی که ما می‌دیدیم این بود که خیلی‌ها که اومدن برای بار اول ثبت نام می‌کردن، اون کسی که مسئول ثبت نامشون بود فریاد می‌زد رأی اولی و همه کارکنان حوزه رأی‌گیری دست می‌زدن برای این افراد. من چند مورد تو این مدت که اینجا منتظر بودم تا گزارش بدیم، چند مورد رو اینجور شنیدم. افراد وارد میشن در فهرستی که از قبل به مسئولان حوزه رأی‌گیری داده شده، اسم خودشون رو پیدا میکنن، معلوم بشه که ثبت شدن، اگه نشدن میرن ثبت نام میکنن، بعد میرن اینجا پشت در واقع ماشین هایی که تعبیه شده برای اینکه حریم خصوصیشون هم رعایت بشه، رأیشون رو میدن و بعد از حوزه رأی‌گیری خارج میشن. تعداد هم محدوده، یعنی اون پایین کسانی وایستادن پایین محل ورودی، و اگر مثلا تعداد به عده مشخصی برسه دیگه کس جدیدی رو راه نمیدن تا اینکه اونها برن بیرون. این رو میدونیم ما که در واشنگتن هستیم، و این رو میدونیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم که یکی از دو نامزد اصلی این انتخابات، فردا روز انتخابات در واشنگتن خواهد بود. موقع پایان رأی‌گیری ها گفته شده، کاخ سفید اعلام کرده که بعد از پایان انتخابات، پایان رأی‌گیری ها سه‌شنبه شب، فردا شب آقای ترامپ یک مهمانی داره در کاخ سفید که 400 نفر هم دعوت شدن. معلوم نیست البته همه 400 نفر شرکت بکنن، ولی این دیگه روشنه که به نظر میرسه آقای ترامپ میخواد
این ساعت‌های خیلی حیاتی و بحرانی رو احتمالاً در کاخ سفید باشه، به خصوص با توجه به اینکه بیش از قبل او و همحزبی‌هاش دارن حرف از این می‌زنن که انتخابات باید روز سوم نوامبر که فرداست تمام بشه، با وجودی که خب 95 میلیون نفر حداقل رأیشون رو پست کردن یا زود هنگام دادند. این آرا در خیلی از ایالت‌ها شروع شده، پردازش شده به اصطلاح، یعنی برگه رأی و باز، پاکت رأی و باز کردن، امضا رو تطبیق دادن، نگاه کردم ببینم برگه رأی مخدوش نباشه، دسته‌بندی شده و در بعضی ایالت‌ها شمارش هم شروع شده، ولی که حق ندارن آمار رو اعلام کنن تا زمانی که رأی‌گیری‌ها تمام بشه. در بعضی ایالت‌ها بعد از پایان انتخابات تازه میتونن شمارش برای آرای زودهنگام و آرای پستی رو هم شروع بکنن. همین هست که تفاوت زیادی ایجاد میکنه بین ایالت‌های مختلف. به احتمال زیاد ما فردا شب، سه‌شنبه شب بعد از پایان انتخابات در بعضی ایالت‌ها نتایج زودتر خواهیم دید، ولی همونطور که بهمن هم گفت، پنسیلوانیا که میشه گفت یکی از کلیدی‌ترین ایالت‌ها در این انتخابات، نتایجش به این زودی معلوم نمیشه. ما با شما، هر دوی شما و همینطور بقیه خبرنگارانمون فردا همراه خواهیم بود، لحظه به لحظه تازه ترین ها رو از انتخابات آمریکا و همینطور از اعلام نتیجه گزارش خواهیم کرد. ممنونم از هادی نیلی در واشنگتن و همینطور بهمن کلباسی در شهر فیلادلفیا از ایالت پنسیلوانیا. و اما تمهیدات زیادی پیشاپیش این انتخابات در سطح شهر واشنگتن به چشم میخوره که فراتر از اطراف کاخ سفید و کنگره. فرناز قایض زاده از واشنگتن گزارش میده. چند ساعت به پایان روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیشتر باقی نمونده و در مرکز شهر واشنگتن اونچه که بیش از همه چیز به نظر میاد و به چشم میاد اینها هست. حفاظ‌های چوبی که تمام ساختمان‌ها، بانک‌ها، رستوران‌ها و مغازه‌ها شیشه‌هاشون رو با اینها پوشوندن. نگرانی چی هست؟ نگرانی این هست که اگر نتیجه اعلام بشه و طرفداران یکی از دو نامزد یا هر دوی اونها با هم درگیر بشن و نتیجه رو نپذیرند، شیشه های مغازه ها و ساختمان ها قربانی بشه و غارت اتفاق بیفته. این صحنه، صحنه ای که کارگران مشغول کارن برای ساخت این حفاظ های چوبی، صحنه بسیار آشنایی هست. در دو سه روز گذشته ما خیلی اون رو دیدیم در نقاط مختلف مرکز شهر واشنگتن. من با خیلی از همکارانمون که سابقه زیادی دارن، انتخابات زیادی رو پوشش دادن، صحبت کردم و پرسیدم که آیا این سابقه داشته؟ میگن نه، معمول نیست که مرکز شهر واشنگتن اینقدر نگران باشه برای اتفاقاتی که بعد از انتخابات خواهد افتاد. این انتخابات شبیه هیچ انتخابات دیگه ای نیست. فرناز قایض زاده بود در واشنگتن. انتخابات آمریکا رو مردم ایران شاید بیشتر از هر کشور دیگری با دقت و بیم و امید دنبال می‌کنند. فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ اقتصاد ایران رو به مرز فروپاشی کشونده و زندگی رو برای مردم ایران به شدت سخت کرده. با اینکه مقام‌های حکومت ایران بارها گفتند که برای آنها فرقی نمی‌کند نامزد کدام حزب در آمریکا برنده شود، گفته می‌شود که پیروزی جو بایدن می‌تواند راه را برای شروع مذاکره با آمریکا برای پایان دادن به تحریم‌ها باز کند. اما کسرا ناجی در گزارشی میگوید تندروها در ایران در خلاف مسیر مذاکره حرکت میکنند. دونالد ترامپ دیروز در جورجیا با کم شدن احتمال پیروزی او در انتخابات از مشاورانش نقل شده که گفتند در کاخ سفید فقط او معتقد است که برنده انتخابات خواهد بود. او اما همچنان امیدوار است. او گفته روز بعد از انتخابات اولین تلفن به او از سوی رهبران ایران است که آمادگیشون را برای مذاکره با او در میان بگذارند. در ایران اما تندروها در خم یک کوچه امیدوارن کار مذاکره با آمریکا را بعد از انتخابات دشوارتر کنند. این در مجلس امروز تصویب فوریت طرحی که دولت را موظف می‌کند فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را افزایش بدهد و عملاً از توافق هسته‌ای خارج شود. خودکشی. طرحی که می‌تواند فشار حداکثری به ایران را باز هم افزایش دهد. گفت جامعه اسلامی که شما ده نفر نیستید که طرح امروز تندروها در مجلس در واکنش به این سخنان چند هفته پیش حسن روحانی است رئیس جمهوری، سخنانی که دفاع از لزوم مذاکره با آمریکا تلقی شد، جدا از این که در آمریکا چه کسی به ریاست جمهوری انتخاب شود. دیدم اکثریت قاطع جامعه صلح میخوان و من وقتی مردم این رو میخوان صلح رو انتخاب میکنم.
اما جدا از اینکه در آمریکا چه کسی و از کدام حزب در قدرت باشد، تندروها در ایران که سیاست خارجی را به گروگان گرفتن بیش از 40 سال است که ضدیت با آمریکا را پیش میبرند. سیاستی شکست خورده و فاجعه بار برای ایران. حالا ممکن است جو بایدن از حزب دموکرات رئیس جمهور بعدی آمریکا شود. مذاکره با دولت بایدن که میخواهد به توافق هسته‌ای برگردد برای ایران به مراتب آسان‌تر است تا مذاکره با دولت ترامپ که فشار حداکثری اعمال کرد و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را ترور کرد. به هر تقدیر بعد از فردا راه مذاکره ممکن است برای ایران باز باشد اگر تون روح بگذارد. کسرانجی بی بی سی. دو مهمان داریم، عباس عبدی روزنامه نگار از تهران با ماست و همینطور عباس میلانی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و مسئول گروه ایران شناسی دانشگاه استنفورد. سال اول را از آقای عبدی میپرسم. آقای عبدی، انتخابات آمریکا در ایران به دقت دنبال میشه حتی در میان مردم عادی، چی فکر میکنید؟ صداتون قطعه. آقای عبدی صدای منو میشنوید؟ الان میشنوید. میخواستم نظرتون رو بدونم در مورد انتخابات. اول بسیار به صورتی کلی میدونیم که انتخابات آمریکا به دقت در ایران دنبال میشه حتی در سطوح در سطح مردم عادی، چی فکر میکنید؟ واقعیت اینه که متغیرهایی که تعیین کننده سرنوشتی کشوره و ایران بخشش ضعیف شده و متغیر خارجی اثر خودش رو بیشتر داره نشون میده و خب طبیعیه این تحریم‌هایی که رخ داده و قیمت دلار و تورم و خیلی چیزهای دیگه که هستش همه ذهن‌ها رو برده به این سو که خب مشکل تو خارجه. البته به طور قطع و یقین بخشش این هست، ولی واقعیت اینه که هیچ چیزی از خارج خود به خود وارد کشور نمیشه، اون چه که مسئله اصلی ماست در داخله. ولی در هر حال مردم خیلی نمیتونن به مسئله داخل الان بپردازن و این ساده ترین نکته ایست که بهش میتونن الان توجه داشته باشن و بپردازن و پیگیرش باشن ببینن که چه اتفاقی میفته. اگه مردم اینطوری فکر میکنن، سران هم میگن که آقا هیچ فرقی نمیکنه یا خانم هیچ فرقی نمیکنه که در آمریکا کی رئیس جمهور بشه. به یه معنا شاید هیچ فرقی نکنه براشون، برای اینکه شما وقتی که سیاستی نخواهید داشته باشی چه فرقی میکنه بایدن باشه یا ترامپ باشه؟ مگه آقای اوباما که یه گام از بایدن معقول ترم بود تحریما رو شروع نکرد؟ بنابراین اگر حکومت ایران و در داخل ایران نخوان کاری رو انجام بدن، به نظر من هیچ فرقی نمیکنه که کدومشون باشه. البته اگرچه آقای ترامپ یاد ممکنه ما زودتر به بن‌بست برسیم و به تنش و درگیری برسیم، ولی بایدن بیاد ممکنه یه مقدار طولانی تر باشه، حتی از طریق برجام علیه ایران عمل کنن. اما اگر نه بخوام برنامه‌ای داشته باشم، برنامه‌ای که اصلاحاتی رو در سیاست خارجی و سیاست داخلی انجام بدم، به نظر من اومدن بایدن یک فرصته و نه اینکه اون میتونه مسئله ایران رو حل کنه. به هیچ وجه اینطوری نیست، به هیچ وجه. ولی این میشه گفتش که یک فرصته اگه اینجا بخوان استفاده کنن. خب آقایونی که میگن فرقی نمیکنه، حالا یه بخشش شاید سیاسی باشه، یه بخشش هم اینه که خب ما که کاری نمیخوایم بکنیم، اونا هم که فرقی ندارن، هر کاری میخوان بکنن. این روش یا این استراتژی نه جنگ نه مذاکره تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ ولی واقعیت اینی که جنگ هست الان، جنگ اقتصادی فرق نمی کنه با جنگ سیاسی. ما 8 سال جنگ که خب این هم درگیری و اینا بود، فکر میکنیم مگه چقدر خسارت جنگ داشت که این 1 سال گذشته یا 2 سال گذشته نداشته. این وضعیت غیر ممکنه بتونه ادامه پیدا کنه، غیر ممکنه. یعنی چی غیر ممکنه؟ یعنی منظورتون اینه که حکومت ممکنه فرو بپاشه یا وارد جنگ شه، واکنشی هم یه واکنشی از خودش نشون بده؟ بله، امکان نداره که حکومت ایران سکوت کنه، امکان نداره. یه شکلی حالا عمل میکنه دیگه، رفتار خودش رو نشون میده،
اگه آقای ترامپ باشه قطعاً به یه نوع تنش جدی فیزیکی هم ممکنه بینشون برسه، ولی اگه آقای بایدن بیاد خب ممکنه این قضیه فرق کنه، یه مقدار طولانی تر بشه، زمان بیشتری ببره، دنبال فرصتایی باشن که شاید بتونه این مشکل رو حل کنه، ولی مسئله رو مطلقاً حل نخواهد کرد. بنابراین این وضع نمیتونه ادامه پیدا کنه و اگه تا حالا به این شکل ادامه پیدا کرده خب یه مقدار امیدایی بوده به همین تغییر و تحولات. در دوره آقای ترامپ قاسم سلیمانی رو از میان برداشتند، تحریم ها رو به حد آخر رسوندند، فشارها رو هم به انحاء مختلف اضافه کردند. جمهوری اسلامی کار چندانی نتونست بکنه. از این به بعد با توجه به اینکه بر اساس بسیاری از شاخص ها ضعیف‌تر هم شده، واقعا اگر هم بخواد برمیاد کاری از جمهوری اسلامی در برابر آمریکا، صرف نظر از اینکه خب نتیجه چی باشه؟ اینکه کاری بر بیاد حتما برمیاد، میتونن کارهای انجام بدن، ولی اما اینکه این کارا به نتیجه به انجامه و به نفع جامعه باشه، این یه بحث دیگری است. معلوم نیستش که چنین اتفاقی بیفته. به حال ایران ابزارهای خاص خودش رو تو منطقه داره، امکانات خاص خودش رو داره، میتونه اقداماتی رو انجام بده، اما اینکه این به نفع کشور باشه مسئله اصلی این هست. در مورد گذشته هم خب به نظرم خیلی نمیشه یک طرف نگاه کرد. به حال اونا مرحوم سلیمانی رو زدن، هم یه پاسخی دادن، قبلا هواپیماشون رو زده بودن. اینطوری نبوده که ایران کاری انجام نداده باشه. اون چی که به نظر من ایران رو داره تضعیف میکنه این بنیان اقتصادیشه که به یه شکلی به نظر میاد که ادامه پیدا کنه حتی بازگشت پذیرم نباشه به سرعت. اینکه سالی 7-8% ما رشد منفی داشته باشیم با این تورم، نه چیزی نیستش که در کوتاه مدت بشه اینا رو به راحتی جبران کرد. خیلی از مردم از همین تحریم ها و فشارها آسیب دیدن، ولی جالب این هست که وقتی ما نگاه میکنیم بعضی ها با آقای ترامپ که بانی این فشارها هم هست همدلی میکنند. چرا؟ دو تا جریان وجود داره در برابر این نگاه رو ممکنه نمایندگی کنه. یکی یه عده که خیلی منفعلن، خسته هستن، ناامیدن، که میگن آقا مثلا این ترامپ که تصمیم گرفته سیستم رو به بنبست برسونه و کار رو یک سره کنه، این که مثلا شما تو فضای مجازی هم ببینید غالبشون طرفدار ترامپ هن یا برندزا طرفدار ترامپ هن، اینا خب یه نگاهشون یه بخشی این نگاه رو دارن. نظرسنجی که تو ایران انجام شده هنوز نشون میده که اونایی که این نگاه رو دارن در برابر اون کسایی که دنبال صلح هستن و فکر میکنن اومدن بایدن میتونه به بهبود شرایط و آرامش شرایط کمک کنه در اقلیت هن، شاید کمتر از نصف هم باشن، شاید خیلی هم کمتر باشن. ولی عجیب اینه که بعضیشون حتی میدونن این خلاف منافع ملیه که بایدن ترامپ بیاد، ولی بازم اینقدر عصبانی هستن که از این کار دفاع کردن، از این انتخاب. پس اینا یه گروه هستن. یه گروه دیگه هم آدم هایی هم که تو سیستم هم. اونا برداشتشون اینه که با ترامپ بهتر میتونن کنن. شما یادتون باشه انتخابات بوش پدر و کلینتون بود اگه اشتباه نکنم، همون موقع به شدت وزارت اطلاعات وقت هر روز خبر میداد که بوش داره انتخاب میشه، در حالی که اصلا کلینتون تموم شده بود دو سه روز قبل کارش. این اینقدر نتایج روشن بود که قطعی بود، ولی اینا حسشون اینه که با نیروهای رادیکال تر ایالات متحده براشون بهتره، این تنش نفعی هم براشون داره. یه بخشی از جناح مثلا طرفدار احمد نژاد به شدت طرفدار ترامپ، یعنی فکر کنن جفتشون یکی هم، خیلی فرقی نمی. و این میخوام بگم که یه بخشی هم این هستش که خواهان درگیری و تنش هستن، اینا هم از این زاویه دفاع میکنن. اتفاقا همین نکته‌ای که میگید به نوعی در حرفای آقای علی مطهری منعکس شده. ایشون میگه که اگر بایدن بیاد دستتون روها ضعیف میشه. چی فکر میکنید؟ در ایران البته. این که ضعیف بشن یا قوی بشن به نظر من تو
ایران خیلی شرایط عادی نیست که یه فرایندهای طبیعی وجود داشته باشه که یه در ضعیف کنه یه در قوی کنه. اگه واقعا شرایط عادی باشه، رقابت باشه، اصلا خیلی از این نیروها دیگه نخواهند بود، نیروهای دیگه‌ای میان جاشون و ارزش‌ها و گرایش‌های دیگه‌ای میاد جاشون. ولی گمان نمی‌کنم اینطوری باشه، نه به خاطر اینکه من خودم ترجیحم اینه که بایدن باشه، به خاطر اینکه یه فرصتی باشه ببینیم شاید جامعه و حکومت ایران از این فرصت استفاده بکنن و بتونن این مسیر رو در واقع به پایان برسونن و یه مسیر دیگه رو انتخاب کنن. اما این به معنی تضعیف اونا نخواهد بود، برای اینکه اونا تحت تأثیر این مسئله خیلی نیستن، اونا چیزی رو از دست ندن، شاید چه بسه ممکنه این منابع مادی هم بیرشون بیاد دوباره کار خودشون انجام بدن. مگه تو دوره‌ای که اوباما اومد این منابع که گیره این اومد این منابع چی به چه کسی رفت فکر کنیم؟ مسئله اینه که حتی اگه بهبود هم پیدا کنه منابع مالی هم گیره اینا بیاد، معلوم نیست که تو جامعه گیر بیاد به جیب اونا بیشتر نره یا تو مصالح و منافع اونا خرج نشه. بنابراین برداشت من این نیست، ولی خب این صحبت رو میشه از زاویه سیاسی هم بهش نگاه کرد، چون آقای مطهری خوب یه نکته رو میگه که مثلا در واقع میخواد بگه من دوست دارم اینطوری بشه. خب بله ما هم دوست داریم. خیلی خیلی کوتاه، خیلی مختصر، وقتمون کمه. اگر آقای بایدن پیروز انتخابات باشه، فکر میکنید که حکومت در ایران به سمت مذاکره بره؟ فکر نمیکنم به سرعت این کار انجام بشه. اولا فراموش نکنید که تا بهمن که اون نمیاد، از بهمن تا اردیبهشت اونا هم درگیر انتخابات ایران هستن، بعدش هم تا یه حکومت یه دولتی بخواد بیا شکل بگیره، مگر اینکه واقعا فراتر از دولت رهبری تصمیم بگیره این کار انجام بده. ولی فکر میکنم که اول تازه اختلافای با بایدن شروع خواهد شد، چون بعید میدونم که بایدن برگرده به نقطه صفر، یعنی برگرده به اون قبل از برجام، یه قبل از تصمیم ترامپ در مورد به اصطلاح پاره کردن برجام، بعید میدونم برگرده به اونجا. حتما یه شرط و شروطای مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد که خود اونا باید منشأ مذاکره باشه و ایران بعید راجع به اینا به راحتی وارد مذاکره بشه. بسیار ممنونم از عباس عبدی، روزنامه‌نگار در تهران. عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، هم از کالیفرنیا با ما هستند. آقای میلانی، شما چی فکر میکنید در مورد تأثیر انتخابات فردا در آمریکا بر ایران؟ من فکر میکنم انتخابات فردا هم بر آمریکا تأثیر خواهد گذاشت، هم بر جهان تأثیر خواهد گذاشت و هم به طریق اولا بر ایران، چون وضعیت ایران همونطوری که خود شما در گزارشاتون اشاره کردید سخت بحرانی است، یک انسداد اقتصادی، یک انسداد سیاسی، یک انسداد فرهنگی وجود داره و در رأس رژیم آقای خامنه‌ای نشسته که ضدیتش با آمریکا، ضدیتش با تعقل در روابط بین‌المللی دیرینه است و پاک نشدنی است. اینکه ما صحبت از جناح بندی هایی میکنیم که این گروه بیاد یا اون گروه بیاد، به گمان من ایران سیاستش در این 30 سال، حداقل در این 30 سال، تخت بند ذهنیت جزمندیش آقای خامنه‌ای بوده، به خصوص در مورد رابطه با آمریکا و گرایشش به این که ایران رو سوق بده به طرف چین و سوق بده به طرف روسیه. از این منظر پس نتیجه انتخابات فردا فرق چندانی برای حاکمیت در ایران نخواهد کرد؟ چرا، حتما خواهد کرد، برای اینکه وضع اقتصادی اونقدر بحرانی هست که هر گونه فرجی براشون در واقع یک بارقه امیدی است. اینا الان سیاستشون، وضعیتشون، وضع اقتصادشون، دلارشون، بیکاریشون، اعتراضات کارگرا، اعتراضات احتمالی وسیع مردم در نتیجه این وضع اقتصادی، همه الان سیاست اینها امروز به فردا کردنه و سعی در رفع این بحرانه. و این فرج و بارقه امید از نظر شما پیروزی بایدن میتونه باشه؟ براشون حتما، به گمان من گمانشون همین است که خب. بایدن حتما راحت تر خواهد بود، ولی من فهم میکنم گمانشون غلطه. من فهم میکنم که هم عده‌ای در داخل ایران خرابکاری رو ادامه خواهند داشت، خواهند داد، و هم دولت بایدن تا اونجایی که من میدونم و چند نفر از همکاران بایدن در دانشگاه ما کار میکنن، درس میدن،
خیلی برای من بعیده که اونا ندونن وضع اقتصاد ایران چجوریه، وضع سیاست ایران چجوریه، وضع منطقه چجوریه، و یک شبه تصمیم بگیرن که رژیم کمک بکنن که سرکوبش رو ادامه بده و بقاش رو تقویت بکنه. ولی خب آقای بایدن معاون مردی بوده که او حتی با آقای روحانی تلفنی صحبت کرد. دقیقاً، ولی در این حال معاون مردی بوده که یکی از شدیدترین بحران تحریم ها رو علیه این رژیم تونست عملی بکنه. روسیه و چین رو که متحدین این رژیم بودن و ظاهراً در فصله به رژیم وعده داده بودن که جلوی هر گونه تحریمی رو خواهند گرفت، اونقدر متقاعد کرد که به اون تحریم ها بپیوندن. یعنی اونها هم به این آسونی فریب این شعارها رو نمیخورن. من کاملا با حرف آقای عبدی موافقم که پولهایی که به دست اینها آمد بعد از برجام طبعا بیشتر خرج سوریه شد و خرج حزب الله شد و خرج عراق شد و اگرم در داخل شد لفت و لیست شد به گفته خودشون. 20 میلیارد دلار دستشون اومد، 16 میلیاردش گمه، به درد ملت ایران نخورد. ولی تصور اونها اینه که یک گشایشی خواهد بود، یک بارقه امیدی خواهد بود، ولی به نظر من کار مذاکره با دولت بایدن آسون نخواهد بود. خب این یکی از سناریوهاست. یکی از سناریوها هم اینه که احتمالاً آقای ترامپ پیروز میدان خواهد بود، کسی که فشار حد اکثری اون وضعیت اقتصادی ایران رو به اینجا رسونده. در اون صورت چه خواهد شد؟ آیا آقای ترامپ همونطور که انتظار داره و میگه در هفته اول تکلیفش رو با ایران روشن میکنه، ایرانی ها بهش تلفن میکنن و اون هم اوضاع رو فیصله میده؟ من بعید میدونم ایران بهش تلفن بکنه. به هر حال این رژیم در مذاکره الان 40 ساله که تجربه داره و اینکه خیلی هول خودش نشون بده به نظر من از اینها بعیده، حتی اگر هول باشند. من نمیدونم آقای ترامپ اگر ببره، اگرش امروز خیلی اگر ضعیفی است، دارم احتمال حدود 10% الان هست که ببره، ولی 10% هم 10%، ولی اگر ببره برای من اصلا روشن نیست که حتی سیاست‌های فشار حد اکثری رو ادامه بده. اون ممکنه حاضر باشه همونطوری که در مورد کره یک شبه سیاستش رو عوض کرد، در مورد ایران هم سیاستش رو عوض بکنه. من اصلا برام روشن نیست. میدونم خیلی از کسانی که طرفدار ترامپ هستند چه در داخل ایران، و دوباره من نمیدونم آقای عبدی به چه همه پرسی اشاره میکردم، ولی همه کسانی که در ایران طرفدار ترامپ هستن منفعل نیستن. همه خیلی هستن که از استیصال به این نتیجه رسیدن که بیاد بزنه، حتی اگر داغون بکنه ایران رو، بهتر از این فلاکتی است که هست. یعنی این شرم رژیمه که در داخل ایران آدمهای نه صرفا منفعل، نه صرفا برانداز، نه صرفا منتظر دخالت آمریکا، بلکه آدم های مستأصل از این فقر و فلاکت میگن یک کسی بیاد ما را از دست این وضع نجات بده. ولی به گمان من اونهایی که به این امید دل بستن امید واهی دارن. آقای ترامپ فکر در وهله اول شخص خودشه، جایگاه خودشه، و در وهله دوم به فکر آمریکاست و به فکر ناسیونالیسم اقتصادی آمریکاست، منافعش منافع آمریکاست. بسیار ممنونم از عباس میلانی، مسئول گروه ایران شناسی دانشگاه استنفورد. تصاویر زنده داریم از ایالت پنسیلوانیا که بهمن برامون توضیح داد چقدر این ایالت در این انتخابات مهم شده. میدونیم که هر دو نامزد در اونجا به شدت مشغول مبارزه هستن. یک طرف شما کامیلا هریس رو میبینید، معاون پیشنهادی جو بایدن برای معاونت اول ریاست جمهوری، و همینطور در طرف دیگه از رنگ قرمز پیداست که طرفداران آقای ترامپ جمع شدن. به هر حال همه در تلاش هستند که از دو طرف این ایالت رو به سرنوشتش رو به نفع خودشون رقم بزنن. بسیار تعیین کننده است، بسیار مهمه. در هر صورت هر کاندیدی که بتونه 270 کالج انتخاباتی رو حداقل به نفع خودش تموم بکنه به ریاست جمهوری بعدی آمریکا خواهد رسید. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از ایالت پنسیلوانیای آمریکا. و اما برنامه‌های انتخاباتی آمریکا رو فردا هم ادامه خواهیم داد. اجازه بدید که به موضوع دیگه بپردازیم. در پی حمله مهاجمان
مسلح به دانشگاه کابل که دست کم 22 کشته به جا گذاشت فردا در افغانستان عزای عمومی اعلام شده. این حمله همزمان با افتتاح یک نمایشگاه کتاب‌های ایرانی در دانشگاه اتفاق افتاد. هر سه مهاجم هم کشته شدند. گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده و گفته که کار داعش بوده. اما معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گفته که این حمله نشان دهنده گندیدگی وجدان طالبان است. رئیس جمهوری هم اعلام کرده که دولت انتقام این حمله را چند برابر خواهد گرفت. روین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد. این صحنه دقایق پس از آغاز حمله ضبط شده. لحظاتی که دانشکده ها تعطیل اجباری می شوند و دانشجویان ناگزیر به ترک صنف ها. از راه های مختلف برای نجات جانشان تقلا می کنند. شاید پدران همه دانشجویان این شانس را نداشته باشند که فرزندانشان را دوباره سالم ببینند. ظرفتاً ما رسیدیم اینه میده استاد زنگ زدن به شگه که داخل پمزهی بود چی بود؟ گفتم شما کجا سی باشیم؟ گفت فقط دقیقیم دعا کن. تعداد هم دست و پاچه از مسیر درگیری راهی بیرون میشوند. ما ترسیده بودیم و استاد ما بارامش ما را دعوت کرد و پمزهی دروازش بسته کرد. اجازه ندن که هیچ مسئله بیرون برن. چهار دو بغل از کراب بودن فیر میکردن. بازو گفتن که انتحاری ها داخل شده و گروگان گرفتن و کلی داخل پانزده ترسیده بود میخواستن که خارج شون. یک چند دختر خانم زوف کردن و گریان کردن و در یک جای خود پنهان کردیم و همراه دیگه دوستان ما. یک ساعت یا یک نیم ساعت از حادثه گذشته بود که یک ذره فضا آرام‌تر شد. ما دانستیم که بیرون با کمک که نیروهای امنیتی بیرون بیاییم. امروز نمایشگاه مشترک کتاب افغانستان و ایران هم با حضور ناشران دو کشور در دانشگاه کابل راه اندازی شده بود. شماری از مقام‌ها و فرهنگیان در آن سخنرانی کردند. اما حمله این رویداد فرهنگی را هم پیش از افتتاح به هم زد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری در توییتی این حمله را ناکامی استخباراتی دولت و گندیدگی وجدان طالبان خوانده. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته هدف قرار دادن بیگناهان راه حل مشکلات کشور نیست. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری هم گفته ترورستان پس از شکست سنگین در هلمند دست و پاچه شده و بر نهادهای اکادمیک حمله می کنند. گروه طالبان در اعلامیه اشاره کرده که این حمله را گروه داعش انجام داده. ناتو در توییتی حمله را محکوم کرده و گفته با قاطعیت از تلاش‌ها برای کاهش خشونت حمایت می‌کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تکرار این حملات نگران است. حملات هدفمند، عمدی و آگاهانه بر تأسیسات عام المنفعه که غیر نظامی هستند نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه است و جنایت جنگی است. به دلیل اینکه این نوع حملات سابقه داره و در گذشته هم بار بار اتفاق افتاده، دولت افغانستان باید برخورد پیشگیرانه داشته باشد و جلوگیری بکنه از وقوع یک چنین حملاتی. انتظار داریم که مسئولیت بگیرند و تا در آینده تکرار نشود. این دومین حمله به نهادهای اکادمیک در جریان 10 روز اخیر است. پیش از این در حمله داعش به آموزشگاه کوثر در غرب کابل 24 دانش آموز کشته و 57 نفر زخمی شدند. سال گذشته هم حمله انتحاری در ورودی دانشگاه کابل 8 نفر را کشت و بیش از 30 نفر را زخمی کرد. حملات خونینی که مشخص نیست پرونده آن چه زمانی بسته خواهد شد. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. بلال سروری خبرنگار از کابل با ماست. آقای سروری، مدت هاست که مراکز آموزشی هدف قرار میگیره، کلاس های آمادگی برای کنکور، حالا هم دانشگاه در کابل، چرا؟ خب اگر ما شما ببینیم خط نبرد جنگ در افغانستان در همه جای هست. اگر شما از قریه و ولسوالی و
شاراها و بالاخره رستورانت و مسجد و مدرسه و به پانتون یا دانشگاه بیاین. مردم افغانستان خیلی آسیب پذیر هستند. تا زمانی که در افغانستان یک آتش بست سراسری تامین نشوه، بدبختانه این فاجعه ادامه خواهد یافت و ما شما میبینیم که یک بنبست به وجود آمده در دوحه، هیچ پیشرفتی در مذاکرات نیست بین تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان. و از این لحاظ ما شما میبینیم که امو قراردادی که بین امریکایی ها و طالب ها امضا شده نخست در حکومت افغانستان نبود، هیچ خبری نداشت و آسیب پذیری مردم افغانستان بدبخت هر روز زیاد شده میره. این همه حرف از امنیت کابل زده میشه، کسی میتونه اعتماد کنه به نهادهای امنیتی در حالی که چنین اتفاقهایی میفته؟ خب یک چیزی که خیلی واضح و روشن است و است که حکومت افغانستان و ادارات امنیتی افغانستان ناکام بودند در جلوگیری از این عملات، لیکن این هم درست است که اکثر عملات خونسا کردند. کابل یک شهری تقریبا 7 میلیون نفری است که بسیار زیاد مشکل است از لحاظ امنیتی. شما اگر ببینین در کابل 15,000 پلیس است و ما فکر میکنم که حکومت افغانستان مجبور و مکلف است تا اعتماد سازی کنه در بین مردم شهر کابل و میشه که عملیات های راندازی شوه، مثلا استخبارات باید بهتر باشه. دیدیم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان آقای امرالله صالح پذیرفت که یک خلای استخباراتی است، لیکن مردم افغانستان خیلی خسته هستند از این اعلامیه ها، از این شعار ها، از این وعده ها. مردم افغانستان میخوان که محفوظ باشند و ما باز هم تکرار میکنم چیزی را که ما و شما میبینیم نه تنها در کابل بلکه در سراسر افغانستان عملیات خیلی خونین است، روز به روز سطح خشونت بالا میره و ما و شما باید ایران هم بپذیریم که پیغامی که آقای رئیس جمهور ترامپ رئیس جمهور امریکا داده که همه سربازار از افغانستان خارج میکنه، یک قسم طالبان فکر میکنه که آنها یک پیروزی نظامی را میتونن از خود کنه و این یک حقیقت است در افغانستان که مورال نیروهای امنیتی افغانستان خیلی ضعیف کرده. ممنونم از بلال سروری خبرنگار در کابل. در ایران آمار رسمی روزانه قربانیان کرونا همچنان رو به افزایش است. وزارت بهداشت از مرگ 440 نفر در شبانه روز گذشته خبر داده، همچنین اعلام کرده که بیش از 8000 مورد جدید ابتلا شناسایی شده. قرار است از امروز تا آخر هفته محدودیت ورود و خروج از 25 مرکز استان برای خودروهای شخصی برقرار شود. همزمان مراسم 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در سراسر ایران لغو شده. گزارش فرین عاصمی را ببینیم با این توضیح که بعضی از تصاویر این گزارش ممکن است آزار دهنده باشد. رکورد رسمی جدیدی برای آمار روزانه جانباختگان بر اثر کرونا در ایران، بیشترین تعداد از ابتدای شیوع کرونا در این کشور. به گفته وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 440 نفر دیگر بر اثر کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. هرچند حالا بعضی از مقام‌های مسئول هم اذعان می‌کنند شمار واقعی جانباختگان ممکن است 3 تا 4 برابر آمار اعلام شده باشد. اوضاع در بیشتر استان‌ها بحرانی است و مسئولان حالا دیگر از مردم می‌خواهند خودشان مراقب خودشان باشند. اولین گام در مشارکت مردم اینه که مردم انشالله خود مراقبتی بکنند، یعنی مراقب خودشون باشند، حفاظت جانشان، بچهشون و خانوادهشون به عهده خودشون باشه. همچنان دولت تصمیمی برای قرنطینه کامل شهرها نگرفته. در 25 مرکز استان از امروز تا پایان جمعه محدودیت‌های رفت و آمد برای خودروهای شخصی برقرار می‌شود. فقط مبنا هم پلاک خودروه، یعنی حالا در گذشته اگر بر اساس بیمه نامه بود یا حالا سند مالکیت بود، الان فقط پلاک خودرو ملاک عمل ما هست و همکاران بنده در این 25 استان در بیش از 100 نقطه، یعنی هر استانی حداقل 4 نقطه که در واقع مبادی ورودی و خروجی استان هاست، مراکز استان هاست، مستقر میشن. جانشین بسیج دانش آموزی همزمان با نزدیک شدن روز 13 آبان گفته که امسال تجمع حکومتی برای سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران وجود ندارد، اما راهکاری هم به دانش آموزان داده.
13 آبان هر دانش آموز با تهیه فیلمی از خود در فضای عمومی مانند پشت بام منزل، حیات، محله و غیره، هر جور که خودش تشخیص میده، با رعایت یک سری بحثا دستورالعمل ایمنی، با صدای رسای مرگبر آمریکا بگوید و در پویش همه با هم مرگبر آمریکا شرکت کنند. وزارت بهداشت میگوید 27 استان در وضعیت قرمز شیوع کرونا و 4 استان باقی مانده در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. حالا دیگر روز هاست که در خبرها میشنویم کرونا رکورد زده. روز هاست که انسان ها به عدد تبدیل شدند. عددهایی که هر روز بیشتر از روز قبل هستند و به نظر می رسد که این سیر سعودی فعلا توقفی ندارد. فرین عاصمی، بی بی سی. جلسه رسیدگی به اتهام جدید نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. دامینیک را وزیر امور خارجه بریتانیا رفتار حکومت ایران با خانم زاغری را وحشتناک خوانده، اما گفته از اینکه او فعلا به زندان بر نمیگردد خوشحال است. ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری میگوید که او به تبلیغ علیه نظام متهم شده، اما شواهدی که در دادگاه مطرح شده همان شواهدی است که او 4 سال پیش بر اساس آن محکوم شده بود. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری از لندن با ما هستند. آقای رتکلیف، از اتهام‌های جدید چه اطلاعات تازه‌ای دارید؟ عصر شما بخیر. بله، همونطور که گفتی در این مقدمتون، وکیل نازنین مطمئنه که این یک پرونده خیلی ساده است و او باید تبرئه بشه. محتوای اون بر مبنای محتوای اتهامات بر مبنای همون اتهاماتی است و همون شواهدی است که 4 سال پیش ارائه شد و باز هم صحبت از پروپاگاندا، تبلیغ علیه نظام هست و طبیعتاً این برای ما خیلی آزاردهنده است که دوباره با این وضعیت مواجه هستیم و وکیل امیدواره که این قضیه به تبرئه او بیانجامه و خیلی مستصل و کلافه شده بود از اینکه این قضیه دوباره جلسه دادگاه تمدید شد و دوباره باید برگزار بشه. و خب همونطور که شما هم ذکر کردید، ما از این بابت خوشحالیم که حداقل او همچنان در خانه هست و در زندان نمیخوابه امشب رو. یک نماینده پارلمان بریتانیا از این موضوع انتقاد کرده که دولت بریتانیا نماینده‌ای در دادگاه نداشته. بله، این درسته. ما هم خیلی انتقاد کردیم از دولت بابت اینکه نتونستن که هیچ نماینده ای رو بفرستن که شرکت کنه در این جلسه. ما از اونها خواستیم که درخواست نکنن، بلکه از ایران بخوان و طلب کنن که اونها رو راه بده. ما مطمئن نیستیم که این کار رو کرده باشن، ولی خب با توجه به قضیه حمایت کنسولی، این حق دولت بریتانیاست که این تقاضا رو بکنه، ولی خب این قضیه محقق نشده. این خیلی مهمه در مورد نازنین، مثل خیلی از موارد دیگر بین المللی، و واقعا قابل قبول نیست که این رو به دور از چشمان نماینده کنسولی، نماینده دولت بریتانیا برگزار کنن جلسه رو. تلقی اینه که گویا پرونده همسر شما خیلی سیاسی شده. فضای سیاسی حالا که بر روابط بین الملل حاکم هست ممکنه تأثیری در وضعیت ایشون بگذاره؟ بله، حق کاملا با شماست. این یک پرونده رد بالایی است، پرونده سیاسی هست و اتفاقات بسیار غیر قابل پیش بینی در منطقه دارن اتفاق میافتند. ما اخیرا دیدیم که باز پرونده‌های سیاسی مشابه بوده و خب الان انتخابات آمریکا رو هم داریم. بنابراین همه این عوامل هست. اتفاقات بزرگتری از این پرونده در جریان هست که تأثیر میگذاره روی پرونده نازنین، و خب ما تمام تلاشمون این است که دولت بریتانیا این رو متوجه باشه که این تقصیر ما نیست و تقصیر نازنین نیست، بلکه بحث مسائل سیاسی بزرگتر از پرونده نازنین هست، و ما میخوایم از دولت بریتانیا که دولت ایران رو پاسخگو نگه داره در این رابطه. ممنونم از ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری. از تأثیر انتخابات آمریکا بر ایران در این روزها زیاد گفتیم و خواهیم گفت، اما بگذارید سراغ یک گروه موسیقی بریم که کاری متفاوت درباره انتخابات آمریکا انجام داده. گروه دستانداز روی آهنگی از گروه بلک کتس ترانه جدیدی خونده.
این گروه میگه این که انتخابات آمریکا روی همه چیز در ایران تأثیر گذاشته دلیل انتشار این آهنگ بوده. اجازه بدید که بخشایی از این آهنگ رو با هم دیگه ببینیم. ای جوزف تو مسخرا نمیدونیم که چرا بیشتر از خودت توه اثر رأیت رو ما. ای پیتر آلیس گا اینجا ما دست به دعا. چی میشه تو آمریکا؟ چی میشه تو آمریکا؟ شدیم به خدا دیگه خسته شدیم به خدا. حتی برای خرید گوشی باید منتظر بمونیم. نمیگم به کی رای بدی تو، فقط میخوام که تو اینا بدونی. ای جوزف تو ماسلارا نمیدونیم که چرا بیشتر از خودت توه اثر رأیت رو ما. ای پیتر آلیس نگاه اینجا ما دست به دعا. چی میشه تو آمریکا؟ چی میشه تو آمریکا؟ اجرای گروه دست‌انداز بود. در آخر این برنامه 60 دقیقه بعد نیست سری بزنیم به تصاویر زنده‌ای که از آمریکا داریم. فکر می‌کنم که ایالت پنسیلوانیا هست، ایالتی بسیار مهم. اینها هم طرفداران دونالد ترامپ هستند که در اینجا جمع شدند. در نقطه دیگر از همین شهر هم کاملا هریس هست، معاون پیشنهادی جو بایدن، که او هم در همین ایالت حضور داریم. ممنونم از اینکه بیننده برنامه های خبری ما و خصوصا این 60 دقیقه بودید و هستید و این برنامه رو تا آخر دیدید. میتونید به سایت ما هم مراجعه بکنید. فردا هم یادتون نره با ما باشید. سپاسگزارم از همراهیتون.